حالا میریم سراغ ستینگ قسمت تم. ببینید در تم اینجا در قسمت یه سری پیش‌فرض ها داره، مثلا این خب رنگ کار رو عوض میکنه، بک‌گراند رو، شکل دکمه ها رو، و شما میتونید مثلا ببریش تو فاز بیبی. خب این به چه دردی میخوره؟ به این درد میخوره که اگر مثلا به هر حال کاتالوگتون ارتباطی داره با کاری که برای کودکان انجام میشه یا موضوعی در اون فاز، حالا مجله اینترنتیه، کاتالوگ یا وبسایت مثلا براتون به این شکل طراحی میکنه. همین ماجرا در حوزه‌های دیگه هم هست، از ساحل بگیرید یه بیچ دیگه تا مثلا تم بلو، تم به قول معروف فال، پاییز، سبز، اقیانوس، شب، اینگه آوردم، نارنجی، رومانتیک، واسه اونایی که عشقی دارن و چه میدونم همه جاشون یه قلب میکشن و این کارا. این و این یک. خب حالا اگر بیم بگیم بک‌گراند مشکی باشه یا هر رنگی، مثلا زرد باشه، چون اینکه این بک‌گراند زرد میشه، و اگر بگید رنگ پنجره چه رنگی باشه، خب پنجرهایی که باز میشه به این شکل خواهد بود. اما این مسخره بازی ها یک طرف، این قسمت یک طرف، اینکه شما میتونید بیاید یک بک‌گراند بدید، عکس چیزی بدید که پشت کار باشه. منتها من با نرم افزار فلش یک SWF طراحی کردم. این با نرم افزار فلش طراحی شده، اینا فایل فلششه. فلش خروجی SWF میده. مثلا این و میدونید که فلش یه نرم افزار برداری است و انیمیشن هاش وقتی کشیده بشه کیفیتشون آنچنان کم نمیشه، مخصوصا اگر عناصر داخل انیمیشن برداری باشند. و همونطور که میبینید، حالا نمیدونم چقدر خوب پلی بشه، امیدوارم که پر زدن های پروانمون پلی بشه. پلی شو. نشد. خب من اینو با چیز دیگه ای پلی میکنم، مثلا با اینترنت اکسپلورر. امیدوارم که پلی بشه. در مورد فلش میتونیم ببینیم اومد. میخواد دانلودش کنم ببینم میتونم با گوگل کروم براتون پلی کنم. اینجا اینجا که پلی نمیشه. این یکی چی؟ این هم که میخواد خودش آپدیت کنه، این هم هیچی. علاقمند هستیم که با گوگل کروم پلی شه. گوگل کروم باز میکنم، اینو میگیرم میکشم میندازم تو گوگل کروم. نشد با فایرفاکس. من چون این ویندوز رو جدید نصب کردم، هنوز فلش پلیرش دقیق آپدیت نیست، اینه که ممکنه اندکی کند باشد. این نرم افزار چون خیلی اذیت میکنه از نظر اتصال به اینترنت، من یک کامپیوتر
درب داغون در گوشه خونه داشتم، اونو ردیف کردم که بتونم اینو بیارم بالا و تدریس کنم. اینه که خیلی همه چیش آپدیت نیست. اینو میذاریم اینجا، اینو کوچیک کنم، بکشم بذارم اینجا. میخوام قبل از اینکه فلش رو وارد ای پیج کریتر کنم، میخوام که شما انیمیشن رو ببینید. امیدوارم که گوگل کروم پخشش کنه. علل قاعده باید اتفاق بیفته، چون خود ای پیج کریتر اینو پلی میکنه روی گوگل کروم دیگه. ما هر بار که پلی کردیم این انیمیشن اومد. ببینیم نتیجه لودینگ چه خواهد شد. البته من فایرفاکس هم دارم. معمولا اینجوریه که ما انیمیشن رو بکشیم بندازیم روی این پلیر ها پلی میشن. چیزی که من خیلی الان در تجربه اینه که KM پلیر چرا پلی نکرد. اون معمولا دیگه همه چی رو پلی میکنه. حالا این که هیچ قربونش بشن. فایرفاکس اونم هنوز نیومده بالا. اینجور موقعاست که باز باید شعر بخونیم. اومدم سر خونتون، دم کوچتون خونه نبودی. بگو بگو راست بگو بگو با کی کجا رفته بودی. نکنه که بشکنی شیشه دلمو، یا که دنیا نیاری اسممو. تو به من زندگی را نشون دادی. نخه اومد یه لحظه اومد. ببینید، من این انیمیشن رو، همین شعره رو باید میخوندم. من انیمیشن رو توی با پسوند SWF در فلش ساختم. یه عکس گذاشتم با این بکگراند و این صورت این خانم و دو تا پروانه درست کردم که بال میزنن، خیلی خوشگل و رد میشن. منتها خیلی نرم رد میشه، خیلی ردیفه. شاید کوچیکش کنم نشونتون بده، نمیدونم. بعد اینو به عنوان بکگراند میندازم تو ای پیج کریتور، تو بکگراندش، تو همون قسمت ستینگش. و بله کنده، به خاطر اینکه چند تا پلی داریم. منتها اشکالی نداره. پس من این رو میخوام به عنوان بکگراند استفاده کنم. پس تمام نکتهش اینه که شما میتونید در ای پیج کریتور چیز داشته باشید، کمک هم کنید. شما میتونید بکگراند SWF داشته باشید، بکگراند انیمیشن. خب اینجا کافیه اینو باز کنید و SWF تون رو که ساختید بدید. اینکه SWF تون چقدر باشه، سعی کنید سایز خوبی داشته باشه و اسکیلش خیلی مهمه. مثلا مستطیل باشه، مربع باشه که بخوره به کارتون. من این رو اوپن میکنم و اینجا تیک میخوره و دستور، چند دستور میتونم بدم. یکی استرچه، یعنی بکشش. یکیش فیته، فیتش میکنه تو صفحه. یکی پرش کنه، یعنی تکرارش میکنه به اندازه، به قول معروف چجوری بگم، بنز خودش. یکم تایل میچینه کنار هم، یکم که تو مرکز بنداز و تکرارش نکن. که من میتونم بگم استرچش کن. استرچ عرض و طول رو میکشه و اشکالی نداره یه ذره دفرم بشه، ولی خب مثلا فیتوفیل یکم متفاوتن نسبت عرض و طول انیمیشن رو حفظ میکنن. انجام بدید متوجه میشین منظورم و چیز پیچ
پیچیده ای نیست، خیلی ویژوالی میتونید ببینید. الان اگر پریویو بگیرم در بک‌گراند کل کار اون انیمیشن میشینه و خیلی جالب اجرا میشه. من این فایرفاکس رو ببندم، رم رو اشغال نکنه، این انیمیشن رو هم ببندم و منتظر شیم که ایپیج کریتور، ایپیج نه ایپیج کریتور برامون بیاره بالا کارا. خب یک انیمیشن فلش خیلی ساده است، میتونید برید به سایت من مراجعه کنید www.saidtufani.com و انیمیشن های فلش رو ببینید. ببینید انیمیشن را آورد، کشیده در عرض و ارتفاع و همطور که میبینید دوتا پروانه هم رد میشن و چقدر خوبم بال میزنن. بله بال بزنید، بال بزنید لطفا، ممنون میشم. اوکی اینم شد. چون انیمیشن فلش هم لوپ هست، مرتب میره از اول اجرا میشه و میاد. اوکی پس من در قسمت سیتینگ میتونم انیمیشن بدم به بک‌گراند و فرار کرد چرا؟ و رنگ دکمه ها رو تعیین کنم و همین، چیز خاص دیگه ای نداره. فقط اینجا میتونید از لیست دم ها کم کنید، میتونید اضافه کنید که وصل میشه و دانلود میکنه، که این کار نکنید. به شکل جداگانه برید به سایت و دانلود کنید، اینجا ایمپورت کنید تا به این لیست اضافه بشه. در سایت ای پیش کریتور دم های دیگه هم هست. اوکی این پروژه من تا اینجا سیو میکنم، به قول معروف بتونیم کارو باز ادامه بدیم. در جلسه بعد من روی صفحه از این کانتنت ها میخوام بذارم و در جلسه آخر پاپلیش کنم. در پاپلیش کارو به دو قسمت میکنیم، پاپلیش برای وب، پاپلیش برای گوشی تلفن همراه که به صورت اپلیکیشن جدا و مستقل بده. اوکی فعلا.